یک تو توانا السلام علیکم خانواده عزیز بانوای گرامی خدا کنه صحت مند باشین هفته خوب خوش داشته باشین و برنامه خودم تعقیب بکنین خوره گرامی بینده های عزیز برنامه بانو السلام علیکم بازم در خدمت شما قرار داریم وقت نشر برنامه شما هست و خوره ما که میخواین با برنامه به تماس هم شه من فکر میکنم همکارای تکنیکی برنامه میگه که تلفن ما امروز خراب است بله. هیچ شماره تلفن نمیگم و پیام های که از طریق 456 مواصلت ورزیده پیام های شما نیز با ما هست یگان وقت فرزان جان بعدا از خواره ما که بر ما زنگ میزنن بله برشان میگم به 456 زنگ بزنیم پیام بانیم میگه نه زیاد وقت هم میگه رمیال گپ بزن بله. امی خود 456 فقط یگانه پل ارتباطی بین ما و شما است هر آن لحظه که خواسته باشین شب باشه روز باشه شام باشه هر وقتی که باشه فقط به 456 زنگ بزنین کلید 1632 رو فشار بدین و من شاهد ازی هستم که فرزان جان هر ثانیه رو چک میکنه بله. و یکی گپ جالبه که فرزان جان حق اولیت ما شما به امو صحبت های خواهرای ما میتیم که مشکلات جدی دارن بله. و همیشه یا پیام های بعضن برادرهایی که چون از طریق لایف ما گرفته نمیتونیم همون پیام ها رو شما شاهد هستین که فردان جان همیشه اول از برادرها رو خوانده بله بله. پس به او خاطر خواهر عزیز هر وقت که میخواستین با برنامه اگر نتونستین که در جریان برنامه زنگ بزنین یا گان پرابلم های تلفن های ما میداشته باشن میتونین به 456 زنگ بزنین کلید 1632 رو فشار بدین و پیامتون رو بگذارین خب یک پیام که از طریق 456 مواصلت کرده ببینیم از کدام خواهر ماست بله جینا جان هستن که مشکل خود گفتن تقریبا 7 سال از عروسی میشن و قبلا گفته که ما بچه کاکای مرا دوست داشت و مثلا این موضوع جدی نمیگرفتم و ایستا ما هم کم او را دوست داشتم اما برش اظهار نکردم بخاطر از اینکه میفهمیدم سنم خورد است و نمیخواستم که عروسی بکنم یا نامزاد شوم اما برخلاف میل ما خانواده ما مرا به زور به یک در حال که ما مکتب بودم گفت هیچ خبر نداشتم شیرینی ما به یک شخص کلان سن دادن که او 40 سال داشت من 16 سال داشتم و آل گفته تقریبا 7 سال میگذره گفته که یک دخترک دارم 4 ساله است و شوهرم گفته که بسیار ناوقت ها به خانه میه شراب می نوشه گپای مرا گوش نمی کنه و مرا خانه مادرم نمی مانم و حتی حال مادرمشان پشیمان شده گفته کاش ما تارا با این بچه عروسی نمی کردیم و حال گفته بچه کاکای ما امو بچه کاکایم که مرا دوست داشت او نامزد شده و نمی خواهد که ازدواج بکنه به خاطر که میگه من تارا دوست داشت و چندین بار دست به خودکشی زد اما نجات یافت و حال گفته من نمی فهم از زندگی بسیار زیاد خسته شدیم خانی شوهرمم خوش ندارم شوهرمم دوست ندارم نمیفهمم چی باید بکنم ببینیم مشکل از کجا شروع کردم بله فردان جان بله. اصلا دکتر سیب سو بخشین گپ تو نگرفتم خواهرای عزیز که پیام میگذارن دکتر سیب از یک جای قصه را آغاز میکنن که ما او را میشنوم و نوت میکنم یک جای میرسم که باید نمی گپ اول میگفتن باید اول ما او را خودم ترتیب میکنم و باز اول ببینیم مشکل از کجا شروع کردن بله. که در این وقت با کی آشنا بدن و باز کی را دوست داشتن با دو نشد خب امی میگه به گذشته گذشت دومه کنیاد امروز مده به ما بر باد مهم اساسی در زندگی چی هست؟ خب اول ای که جبر زمان بگویم یا هر چیزی که بالاش نام میگذارین یکان وقت در خانواده هست که حق انتخاب برای یک دختر کس نمید و این موضوع دکتر سب من فراموش نکنم به خاطر گرفتم این موضوع اکش که گفت بچه کاکای مرا دوست داشت و خودکشی کرد دیگه پا به خاطر از این که طبعا یک تمایل خواهر عزیز به بچه کاکای خود داشته بله نسبت به شوهر خود بی تفاوت بوده کال شوهر جلو خبرش بله. بی تفاوت است اولی که تفاوت های سنی در مجموع باید حداقل اینمی در خانواده باید متوجه باشن بعضی کس ها فرزند جان در هی فکر است که باور بکنید بسیاری خانم ها شاید خود دارم متوجه شده باشین بله. که یکان مسئله را میگن میگه مرد هیچ عیب نداره بله. یکی و دوم دیگه میگه مرد و نموز که بر زن خود یک لقمه نان بته بس کافی دیگه بس دیگه بله. دیگه چیزایش اصلا زن غرض نگیره آسایش آب و نان نیست فرزند بله. اینجا بسیار چیزا هست اگر تن و امین بود امی خداوند بزرگ بر انسان فقط دیگه یک دل نمیداد یک خواهش نمیداد اینی چیزا هم مطرح هست هر انسان حق داره که مطابق ذوق خود باید زندگی بکنه و در جنبش
یکی یکان موضوعات از تفاوت سنی رو من پیشتر گفتم در مسائل تفاوت های سنی بسیاری کسای نمیره هیچ مد نظر نمیگیره مگه مرد از دیگه هنوز مگه مرد که سن زیاد باشه میگه خوب داره در حالی که درست است ولی تفاوت سنی باید مد نظر گرفته شه به خاطر از یعنی بعض اوقات مثلا تفاوت های مثلا 30 سال تفاوت سنی 20 سال 25 سال یا یه قدر تفاوت خب در آغاز معلوم نمیشه باز هر قدر که سن پیشرفت کنه بالاخره در سنای کوله فکر کنی یک زن 40 ساله شوش 70 ساله بله تفاوت سنی هست که این مشکل است برای خانم و در جنبش که شما هم به اون نقطه اشاره کردین که گفتن که چون در دلشان کس دیگه جای داشت بله. با یک بی‌علاقگی در داخل یک زندگی شد بله. وقتی که در زندگی محبت نباشه صمیمیت نباشه علاقمندی نباشه خیدمو زندگی انسان چی کنه دیگه بله. خب هر قدر که اگر شوهرشون برش خوبی بکنه اول تفاوت سنی جمع بی‌علاقگی مساوی میشه به اینکه هیچ اصلا علاقمند به زندگی و ادامه زندگی نباشه و از طرف دیگه بالاخره شوهر شانم گفتن مشروب می نوشه شراب می خوره و بعض اوقات و هم به زندگی بی علاقت به خاطر از اینکه اونها هم احساس میکنن که بالاخره کس اگر دوستشان داشته باشه اگر احساس بکنن که مثلا خانمشان به انتظارشان است یعنی خانمشان برشان محبت داره به زندگی علاقه داره بار بکنین 50% علاقمندی یک زن در خانواده باعث از این میشه که یک مرد 100% یا اضافه تر از او به خانه علاقمند شوه و همی بی رغبتی بی تمایلی یک زن باعث از این میشه که اونا هم بی علاقه باشن و بالاخره انتهای زندگی به کجا می انجامه حالا من نفهم اگر اقدر عاشق سرسخت بودن و بچه کاکاشان خب قبل از اینکه اونا هم اقدام کرده بودن یعنی همی کار هم میکردن یا این خب نصیب و قسمت نبود این فایل باید بند کنین حالا فعلا در ذهنتون این مسئله را کنار بگذارین که کس در گذشته ها چنان بود و چنان بود چرا انسان ها بعدا خواص های بسیار عجیب و غریب فرزانجان دارن مثلا همیشه دفعتا در ذهن انسان یا در قلب انسان یک محبت نسبت به گذشته ها و یک کس ایجاد میشه بله. مثلا امواره بازنم انسان ناراحت نمی میکنه و آرام نمیسه بله بله. اینا انسان اگر همی تماما چیز خود به دست هوا و نفس بسپاره انسان به تباهی سوق میده یعنی همیشه خواهشاتی که در ذهن انسان به وجود میایه یک احساس ایجاد میشه ایره امواره اگر به پی از این روان شده بره بالاخره انسان در یک سیاچا مندازه گپا انسان کوشش بکنه همواره خودش باشه خود بودن یعنی به این معنی که مسلط بالای احساسات خود و بالای عقل خود بالای همه چیز کنترل داشته باشه مثلا یک احساس برش پیدا میشه که این کار باید کنه دفعتا همی اگر اینمی ده وجود خود رشد بتن خود میکانیزم های دفاعی وجود به فعالیت آغاز میکنه و هر لحظه میره نه کرده میره که کار درست نیست تو یک خانم شوهردار هستی عروسی کردی صاحب اولاد هستی چنان هستی چنان تو باید به این زندگی به این شکل ادامه دادن یا هر چیزی که در ذهنت میگرده حتی بار بکنیم بسیاری از خواهرها هستن چون کمواره برای خود هم اجازه رو ندادن حتی در حالم خیالم تصور کرده نمیتونن یک موضوع منفی که در ذهنشان میگرده همواره حتی در هم عالم خیالم این رو نایه میکنن و این بسیار گپ خوب است چون یک دانشمند میگه شما خیالاتتان رو کنترل بکنین به خاطر از این که خیالات شما جز از شخصیت شما شده میتونن حتی تصور چی به عملی جدا است که در عمل یک نفر رو انجام بده یا نده در عالم خیال هم جز شخصیت انسان شده میتونن پس به اون خاطر اینی مسائل است که اگر اینا اتو فکر بکنن که خب به شوهر علاقه ندارن همیشه تمایلشان به گذشته ها است و به این فکر هستن که من بچه کاکایم دوست داشت و با کس دیگه نمزه اونا خوش نداره هم بچه کاکای مرد دوست داره خب اگر اول ببینین انسان ما بارها گفتیم در عروسی انسان صرف یک بار به خاطر فقط یک سال به خاطر خود زندگی میکنه همین که یک طفل به دنیا آمد دیگه همه چیز انسان اولاد انسان است اونو حالا به طفلتان فکر بکنین به زندگی آیندهتان فکر بکنین خب نمیشه که حالا چی شما اگر به این فکر باشین که شوهرتون جدا شین خب در آغاز چرا این کارو نکردین وقتی که ناراضی بودین با پای پدرتون میفتن میگی پدر تو قبله مسیح همه چیز مسیح ولی من نمیخوام با اینمی انسان معروسی بکنم بله. وقت شاید که پدرتون هم یک دلسوزی برتون میکرد خانوادتون هم میکرد ولی من فکر نکنم که قبدی هایی که شما گفتین بیشتر هم شما اگه اشاره داشتین بله. به او
اوقع بدی هایی که اینا گفتن جب نیست. مشکلی است که اینا هم محبت تمایل نیست. ندارن. تمایل ندارن. علاقه ندارن. وقتی که محبت نباشه جان مقابل هم خب بر هر قدر که کوشش بکنه بیفایده است دیگه. فردان جان چطور شعر است که میگه کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد؟ بله. از جانب معشوقه نباشد کششه؟ واقعا بله. هیچ کپ همین کشش مهم است. اینمی کشش محبت است. مهم چی است؟ محبت بسیاری کس ها همیشه در مغز خود حبس کرده در یک کنج انداخته، هیچ اصلا به ورزش قائل نیست. بله. محبت در هر دل خداوند فروزان ساخته، همیشه جاوید است. منتها انسان هایی هستند که از هیچ کار نمیگیرن، خصوصا زنها که قلبشان مال و مال از صفا و محبت و دوستی و صمیمیت است. در هر زندگی، در هر تاریکی، یک وقتی که یک چراغ روشن کنی همه جای روشن میکنه. اینمی محبت، اینمی وارث. اگر شما فایل گذشته را در ذهنتون بسته بکنین و آل خود متقاعد به این بسازین که شما یک خانم عروسی شده هستین، طفل دارین و از همه مهمتر و مقدسترین موجود روی زمین که عبارت از مادر است شما تبدیل شدین و در جنبش یک شوهرم دارین. ولی مهم چی است که با کدام دید نگاه میکنین به می زندگی. اگر به دیده نفرت نگاه کنین، خب چون نگاه شما به دیده نفرت است، سراسر ذهن شما رو نفرت میگیره. اگر به دیده محبت نگاه کنین، سراسر ذهنتان پر از محبت میشه. تغییر بدین خدا، تغییر مثبت و کوشش بکنین به می زندگیتان یک بار خودتان ببینین، یک کلم کاغذ بگیرین، چه اشتباهات شما انجام دادین. صادقانه انسان هایی هستن، باور بکنیم فرزند جان که برای خودم دروغ میگن یکان وقت. همیشه اگر انسان با خود دروغ نگویه، یک بار صادقانه ببینه که امی چقدر کارا را کرده، خودش با خودش نوشته بکنه. پس یک بار که امی را نوشته بکنین، یک بار به طرف کاغذ باز نگاه بکنین، باز با خودتان متوجه میشین که چقدر اشتباه کرده. ولی اگر ببینین ویران کردن زندگی کار مشکل نیست، در هر جای آباد کردن بسیار مشکل است، ولی ویران کردن زندگی کار بسیار ساده، هر چیز ویرانش آسان است. بله واقعا. ولی اگر بخوایی که آباد بسازی بسیار مشکل است. حالا اگر به این فکر باشه که حالا اون بچه کاکای مست شد، این تضمین وجود نداره که اونا با شما وفادار میمانه یا نمیمانه. و در جنبش بیشتر مگه اشاره میکردم که مسئله زندگی طفلتان چطور میشه؟ او با پدر و مادر ضرورت داره، او با مشکلات شما رو نمیبینه. یک طفل فردا روز که وقتی که بزرگ میشن، همین طفلکایی که از پدر و مادر جدا میشن، ببین که در چی یک حالت قرار دارن. پس به او خاطر کوشش بکنین که دل همون شوهرتان رو به دست بگیرین، کوشش بکنین از این سر زد و گپایتان کنار بیارین، کوشش بکنین که یک زندگی خوش و راحت داشته باشین، به اون طفلکایتان برسین. بیشتر از این گپ نگردین که در گذشته ها چی گپ بود. کوشش بکنیم مادر قدسیت یک مادر در همی هست و بهشت خداوند به خاطر ادمی به پای مادران گفته که بهش در زیر پای مادر است، به خاطر که مادر همه چیز خود را فدای طفل خود میکنه. ولی اگر این گپ نباشه خب آدم قدسیتش از بین میره. بله. خب دکتر صاحب میریم به یک وقفه کوتاه و زود زود برمیگردیم. وقتتان خوش، نیمه روزتان بخیر و دوستای عزیز وقت بسیار خوب است که پیامای شما را بخوانم که از گلگی شما خلاص شویم. بلک بسیار زیاد گلگی میکنین. قسم گفتیم میخوایم که برادر عزیز هم پیامایش بگیریم. یک برادرک عزیز که بسیار زیاد از برنامه ما تشکر کرده بود، از مشوره اینی که دکتر صاحب تشکر کرده بود، گفت که یک برادرشون در ایران فوت شده و خانم ایرانی از اونا همراه دو پسرشان در ایران است. والا چون اون خانم بی سرپرست مانده، میخواد که کابل بیایه و همراه ما یک جای زندگی بکنه. اما گفته خانم بسیار زیاد مخالفت میکنه و میگه که اگر او در خانه آمد ما از خانیت مبرایم. و من ایران هستم که آیا سرپرستی از اونا رو باید بگیرم یا گپای خانم ما گوش کنم؟ فردان جان خدا یار بعدان از خانم ما هم. یک چیز است که یکان حالت بعد که بالا یک کس میایه، خب گذشتهش فراموش، گذشتهش که در گذشته مثلا بین خانمایی ورا بین خود یکان مشکلاتی که پا میداشته باشه
نظر به حال شروع دیگه چی نکنن. من تو فکر کردم دکتر سیب که خدای نخواسته اینو فکر میکنن، من تو پیش خود فکر کردم گپای برادرک شنیدم، تو فکر میکنم که خانمش تو میگه که یعنی اگر او بیای امرای شوهر من نکاه نکنه یا نمانه به اون حساب زیاد چی میکنه؟ خب یک چیز هست، خب یک سنت های حاکم در جامعه ما قسمت، گرچه بعضا سنت های پسندیده هم هست تا جایی که اگر آدم ببینه، ولی مثلا یک همواره به این فکر از بعض کسا از خانم هایی که مثلا یه برایشان فوت میشه فکر میکنه خانم از این حتما به شوهر من میگیره یا یک پا. من فکر میکنم که این مسئله زیاد دقیق هم نمیباشه، ولی یک چیز یک خانم خودش ما در نظر اگر بگیره، به نظر من تو فکر بکنادم یک حالت که بالا یک انسان می، من خودم شخصا یک عادت دارم که من هر حالت بد یک انسان که میبینم من میگم اگر این حالت بالای ما بیه در همین حالت انسان باید چی بکنه. مثلا هر انسان اگر در یک حالت از امون خود قرار بده و بگه که اگر همین حالت بالای ما به بار بکنی که دیگه کس گناهی هم نمیکنه و کش میکنه، هر کس با هم دیگر یک نوع دوستی داشته باشه. ولی متاسفانه بعض اوقات بعض از خانم ها هستن که فکر میکنن که امیر متوجه نمیشن که چی یک حالت بد بالای یک خانم میه و بار بکنی که امی حالت که بالای یک خانم میه و اونا یک احساس میکنن که گویا که یعنی باور بکنید که بدترین یک احساس است برای یک زن که مو بهترین دوست خدا کس شوهر خدا دست میده در جان به اولاد از او میمانه، خیلی کی هست که می کار بکنه و خانم هم در فکر ازی باشه که خودش کش کده بره که نه همه چیز از ما بین می شکل دست ناخورده باید باقی بونه. یکان حالتای بالا انسان می، ما مشوری ما برازی خوار ای است برازی برادر ای است که خانمتان با خانمتان جنگ و دعوا نکنین، با بسیار زشت و مروشت رویه نکنین، کوشش بکنین بفهمانینش، احساساتشان شما برانگیزین، یعنی قسمی که همی مسائل که من پیشتر براتون گفتم اگر برشان بگوین برشان بفهمانین. تنها این مسئله نیست، ضرور نیست که یک کس حتما با او خانم برادر خود خب عروسی کنه، خب اگر عروسی هم بکنه گپ بد هم نیست، به خاطر از اینکه فردا روز عمو طفلکای برادرش خوار زار نمیشه، با واقعیت شما کاکا میتونه که امور من نحسی اگه اولاد خود بزرگ بسازه. ولی ضرور هم نیست، بسیاری خانواده رو ما دیدیم که امو قسمی که ساده است و امو خانم برادر خود مثل خوار خود بزرگ ساخته اولادشان. ولی گپ خوبترش همی هست که اگر نکاح بکنه گپ بهتر است، به خاطر از اینکه باز اگر او نکاح نکنه او وقت یک احسان وار بالایش میکنه، ولی اگر نکاح میکنه فر او مسئولیت برش ایجاد میشه. در هر دو حالتش بسیار کسا هست که میتونه خود کنترل بکنه، یعنی به این معنی است که میتونه اون وظایف خود در هر وقت و زمان اجرا بکنه، اوش هم بهتر است اگر نکاح بکنه او هم بهتر. ولی مهمی است که اگر خانم شما همیشه احساس ازی داشته باشه که فردا رو چنان نشه چنان نشه اتو نشه، بسیاری خانم ها شما شاید خودتانم شاید باشین که همین گپ هایی گفتن بالاخره همون کار شده، بله همون کار بالاخره کردم، همون اراز داشته همون کار دامن زده همون کار کرده بالاخره همون شده. ولی مهم چی است که هیچ کس اثر شوق کار نمی کنه. ببینید در این کشور ما در سالهای 71 72 جنگ شد که حالت دیدین که در چی بود، همه کس در نهایت مجبوری در یک جای رفتن مهاجر شدن، در خانه یک کس در یک جای دیگه از نهایت مجبوری بود، او از رو کدام حواسه نرفته که من چی باشم. ولی بعدم بدن این مردم رو مردیدیم که با همین مردم هایی که بیچاره و معصوم که تفلک های خود میرفت چیگونه برخورد میکرد. شما حتی مساجد پر بود از این مردم ها، میدیدین که در چی یک حالت بدن، ای از روی شوق نبود، ولی حالت بالا انسان بعض اوقات میه که بعض کسا اگر شوقی یک کار کنه خب کلگی ملامتش میکنه میگه چی سر تو چی مشکل آمده، ولی بالا یک انسان وقتی که چه همچو حالات میه ای فرض وجیبه ایمانی وجدانی و دینی شما هست که بر شکل که میشه باید که حتما حتما از بیوی برادرتان و از اولاد ازو باید حتما حتما حمایت و در جنب ازو سرپرستی هم بکنید. بله
بله و بازم پیام دیگه از دوست عزیز ماست که مشکل خود گفتن گفته که من صنف شش مکتب بودم که نامزد شدم و نامزدی من هم برخلاف خواستم صورت گرفت، البته من نمی خواستم و مادرمشان گفت که مرا نامزد ساختن و بالاخره عروسی کردم، گفت که شوهرم هیچ مرا خوش نداره و مادرش همیش گفته که مداخله میکنه، خودشان گفته بود شیطانی اما گفتم مداخله میکنه. بله بله مداخله میکنه، گفته که مرا زیاد لط و کوب میکنه شوهرم، اصلا امرای من هیچ موافق نیست و همیش مادرش میگه که برای زی پول نده، خانی مادر خود میره، پولار خانی مادر خود میبره، بعض جای دیگه میره. به این شکل گفته زندگی ما هیچ اصلا خوش نیست و من از زندگیم راضی نیستم. یک بار دست به خودکشی هم زدم، اما نجات یافتم، اما تا حال هم تکلیف میده پیدا کردیم. بله ببینین اخبار قرن یک چیز هست که ما داریم، میگه چیزی که سر عام سر ما میگه در امی آسیا در مجموع، حتی یک کشور که چیز کم یک کشور بسیار کشور اتمی است، یک کشور بسیار پیشرفته است، همی اند برتان میگم بار بکنین بدبختی هایی در خانواده های اند است که اصلا ما یک بر صفر صفر اشاره چنده بشم نداریم. این مشکلات که شما گفتین در همین جامعه افغانی اگر ما تصور بکنیم 95% مردم بین این مشکلات دست و پنجه نرم میکنه هر کسی، ولی مهم چی است که انسان یک اندیشه داشته باشه. میگه اگر همواره به این فکر باشه که اینمی حالت ما وقفی است، دائمی نیست و ایمان داشته باشه به زندگی خوب و بهتر و کوشش به خاطر رسیدن تو بکنه، بار بکنی که هم کار میشه. این مشکلات شما مادرتان زندگی شک بر پرسان بکنین، مادرتان به مراتب میگه شما بهترین زندگی رو داری نسبت به ما. اگر اونا از مادر خود بشنن، این آیسته آیسته بهبود میافه، آیسته آیسته همه چیز خوب شده میره، مشروط بر ای که شما هم در جنبش جد و جد، منظور من از جد و جد جنگ و دعوا نیست، سعی و کوشش به خاطر رسیدن به زندگی مطابق میل خود انسان. همیشه کوشش بکنید در مشکلات همیشه صبور باشین و در جنبش کوشش بکنید که زندگی را مطابق خود هم به پیش ببرید، ولی کوشش بکنید زیاد شکایت نداشته باشید. همین زیاد شکوه و شکایت کردن همواره بی‌حوصلگی در زندگی باعث از این میشه که همواره باور بکنید بسیاری کسا هست که زندگی بسا خوبی هایی در زندگی خود دارن، بسیار خوبی ها دارن، کسای دیگه او رو دیده میتونه، ولی در داخل که خودش بری خودش هیچ خوش نیست، میگه از من تو خراب است چنانه چنانه. ولی بار بکنین که ما متوجه بعضن کارهای خود نمیشیم، بار بکنین بعضن چیزهایی را که ما همواره از خداوند خواستیم و گفتیم که بعض اوقات دل خود گفتیم که هیچ همی آرزوی های ما برآورده نمیشه، ولی متوجه خود نشدیم که بس از چیزهایی هست که در گذشته ما دعا کردیم خداوند بر ما داده، ولی ما هم تا بال متوجه نیستیم که چی چیزها را ما میخواستیم. همیشه کوشش بکنین شکرگزار باشین، کوشش بکنین که هر کسی که در خانواده تان با شما رفتار زشت میکنه شما با اونا رفتار خوب بکنین. در خانواده خود مشکل بسیار جدی هم نیستن که انسان فکر بکنه که اگر شما چندین بار رفتار خوب بکنین بار بکنین که اونا هم تغییر میکنن، ولی بعدم برتان بگم که این مشکل بسیار جدی نیست، در هر خانواده است، مطمئن باشین که همه چیز خوب میشه. خب دوست عزیز، وقت برنامه شما هم تمام شد. تا تقدیم برنامه آینده تمام شما زیار به خداوند بزرگ بسپاریم. خداوند حافظ و ناصر همه ایتن. وقت خوش، خدا نگهدار.